این پسر بچه به نام جو از خوشحالی در پوست خود نمی گنجد. خواهرش مری بعد از 2 سال کار در استرالیا به ایرلند بازگشته است. در حالی که شرلی دخترش را به آغوش می کشد، ایرلند هم آغوش خود را به روی اتباع تبعیدی خود باز کرده است. پس از رکود اقتصادی که در سال 2008 در ایرلند آغاز شد، بسیاری از ایرلندی ها همچون مری این کشور را ترک کردند. امروز اما به نظر می رسد که آن دوران دشوار به سر آمده. بازگشت مری نشانه ای از این امر است. کارهای مفرحی مثل قواسی، پرش بانجی یا چیدن پشم گوسفندان در مناطق دورافتاده انجام دادیم. ماهیگیری و شلیک اسلحه هم یاد گرفتیم. به نظرم لحظه‌ای که تصمیم به بازگشت به ایرلند گرفتیم هم هیجان انگیز بود و هم نگران کننده. با اینکه شنیده بودیم اقتصاد ایرلند رو به بهبود است، اما نگران بودیم که آیا کار پیدا می‌کنیم. اما فکر کردن به اینکه به خانه باز می‌گردیم برایمان هیجان انگیز بود. شرلی 5 فرزند دارد. بحران اقتصادی باعث شد که چند تن از فرزندانش ایرلند را به مقصد استرالیا ترک کنند. اما مری و کیران برادر بزرگترش در نهایت به خانه بازگشتند. فرزندانم به هم امید می دهند. کارهایشان را انجام می دهند و جلو می روند. به نظرم کمی عاقل‌تر و پخته‌تر شدند. آلیست، کیران و مری به خانه بازگشتند. در استرالیا مری عاشق یک هموطن ایرلندی خود شد و آنها با هم تصمیم گرفتند که به زندگی در قاره کهن اروپا فرصت دیگری بدهند. بازگشت آنها به ایرلند صرفاً به خاطر لذت بازگشت به کشور نیست، بلکه به بهبود اقتصادی ایرلند هم مرتبط است. کیراش شهر بندری کوچک ایرلند سابقه طولانی در مهاجرت دارد. یورونیوز در سال 2012 وقتی مری قصد مهاجرت داشت با او ملاقات کرده بود. مناطق روستایی ایرلند به سختی تحت تاثیر بحران اقتصادی قرار گرفته بودند. بسیاری از مناطق روستایی 1/10 جمعیت خود را از دست دادند، اما نه برای همیشه. امروز هم هنوز شرایط کاملا بهبود نیافته. دوست مری که کارگر ساختمانی است مجبور شد به لندن برود. مری اما در منطقه خودش دستیار توانبخشی است. وقتی به خانه برگشتم 1 ماه طول کشید تا کار پیدا کنم. خوششانس هستم که کارم در محله خودم است. به نظرم اقتصاد رو به بهبود است، اما روند بهبودش به کندی انجام می شود. به نظرم مشاغل بیشتری باید ایجاد شود تا همه به خانه بازگردند. آیا نسیم بهبود شرایط اقتصادی شروع به وزیدن کرده؟ در فضای دانشگاه کورک با شموس کافی استاد اقتصاد ملاقات کردیم که پیش بینی می‌کند که شرایط اقتصادی بهتر خواهد شد. نرخ خالص مهاجرت برای سال 2015 حدود 0 خواهد بود. تعداد افرادی که کشور را ترک می‌کنند برابر با تعدادی خواهد بود که به کشور می‌آیند. تغییر بزرگی نسبت به 4 یا 5 سال پیش است. این روند در سال‌های آینده ادامه می‌یابد. ایدن خواننده و گیتاریست خودآموخته در راه میخانه کالاگر است. او صدها آهنگ درباره ایرلند عزیزش، بحران اقتصادی و سوال اصلی که همه جا شنیده می شود نوشته. سوال این است که من باید در ایرلند بمانم یا آن را ترک کنم. به همه شما خوش آمد میگویم. من آیدن هستم و چند ترانه برایتان میخوانم. به ویژه یکی از آنها که چه وقت به خانه باز میگردی نام دارد و درباره مردی است که نمیداند باید مهاجرت کند یا نه، اما در پایان ترانه تصمیم میگیرد که در ایرلند بماند. How should I pack up my traps? Or rat in a trap, back in a trap with a badge of honor. How should I leave my home? فکر کنم 4-5 سال پیش مردم در گروه‌های بزرگ کشور را ترک می‌کردند. یادم می‌آید که در آن موقع در ایام کریسمس کار می‌کردم و بسیاری از مردم به کشور باز نگشتند، زیرا می‌دانستند که شغلی برایشان وجود ندارد. امروز دیگر زیاد نمی‌بینم که مردم در گروه‌های بزرگ کشور را ترک کنند. یک دوست من در یک گروه 10 نفری به استرالیا رفت، ولی حتی آنها هم قرار است برگردند. بازگشت از کلان شهر شانگهای با 24 میلیون جمعیت به کینوارا روستایی ساحلی با 563 نفر جمعیت در ایرلند، این سرنوشت کاهال است. سرنوشتی درباره رمزهای بهبود اقتصاد ایرلند. یک سرمایه‌گذار آمریکایی توانست کاهال را به روستای محل تولدش بازگرداند. مالیات‌های پایین، اینترنت با سرعت بالا و روابط تاریخی با ایرلند توانست شرکت مشاوره فلگشیپ منیجمنت مستقر در میامی را متقاعد کند که مقر اروپایی و خاورمیانه‌ای خودشان را در کینوارا بسازند. سال 2011 به چین رفتم، اما هدف درازمدت من همیشه این بود که به خانه و ایرلند برگردم. در اقتصاد ایرلند اکنون شرایط رو به بهبود است. شغل‌ها و سمت‌های بیشتری وجود دارد. شرکت‌ها به فکر طرح‌های استخدام درازمدت افتادند و به همین دلیل نیاز به بازگشت مهاجران پدید آمده. بنابراین بله، به نظر من شرایط در ایرلند تغییر کرده و ما به سمت شرایط بهتری می‌رویم.
سقوط صنعت ساختمانسازی در ایرلند باعث شد که کاهال کشور را ترک کند. در چین او با داریما معلمی متولد روسیه از سیبری آشنا شد. وقتی اولین نشانه های بهبود شرایط اقتصادی ظاهر شد، کاهال تصمیم گرفت که به خانه بازگردد. خانواده من برای 400-500 سال در این منطقه زندگی کردند و ساختمانی که ما اکنون روی آن کار میکنیم یک شیرینی فروشی بوده که در سال 1930-1940 متعلق به عمه مادر بزرگ من بوده. در عراضی مرتع پدر بزرگ ایرلندی شان ویوین و برادرش کوین که در شانگهای متولد شدند از دیدن این گاف‌ها شگفت‌زده شدند. هنگامی که ایرلند با بحران اقتصادی مواجه شد، مناطق روستایی آن خالی از سکنه شدند. به همین دلیل دولت ایرلند تلاش کرد با جماعت بزرگ ایرلندی‌های سراسر جهان ارتباط بگیرد تا با یافتن سرمایه‌گذاران روند فرار مغزها را برعکس کند و ایرلندی‌ها را به ایرلند بازگرداند. در برنامه کانکت ایرلند دولت با سازمان‌های کوچک و متوسط کار می‌کند و تلاش می‌کند که آنها را نه به جاهای بزرگ و معروف بلکه به شهرهای بزرگ مناطق مختلف ایرلند بازگرداند تا از ترک شهرستان‌ها توسط مردم جلوگیری کند. مهاجرت از کینوارا به شانگهای برای داریما در ابتدا بسیار دشوار بود، اما به لطف فناوری مدرن او با نزدیکانش در روسیه و چین در تماس است. امروز خیلی ساده است. از طریق اسکایپ و تلفن اغلب در تماس هستیم. هر روز با مادرم صحبت میکنم. مثل اینکه همینجا زندگی میکند. به من میگوید که چطور بچه‌هایم را بزرگ کنم. به شهر کورک باز میگردیم. ایدن با عجله به خانه میرود تا با برادرش مایکل در استرالیا از طریق اسکایپ صحبت کند. بسیاری از ایرلندی‌ها همچنان در خارج هستند. بخشی از خانواده این خواننده و گیتاریست 7 سال پیش از کورک به سیدنی رفتند. خانواده مایکل می‌خواهد که به زودی به ایرلند بازگردد. آنها تا چند ماه دیگر باید برای کار در زمینه فناوری اطلاعات و مهندسی به خانه بازگردند. خب، هیچ وقت از ماندن در خانه خسته می‌شوی؟ خسته از در خانه ماندن؟ دل من برای شما تنگ شده. آدم هیچ وقت از آینده خبر ندارد. شاید یک از همین روزها برگردیم. آره، خیلی خوب می شود. خب، پس به برگشتن فکر می کنید؟ اقتصاد به نظر می آید که دارد رونق می گیرد. بیکاری کم شده و به 10% رسیده. روزی را می بینم که ایرلند دوباره به رونق برسد. مردم در حال ترک اینجا هستند تا به ایرلند بازگردند و چند نفر رو هم میشناسم که برگشتند. اگر واقعا فرصت‌های خوبی باشد، خب ما هم باز خواهیم گشت، ولی باید تصمیم خانوادگی درستی گرفته شود. در حالی که ایرلند چندین برنامه برای تثبیت بهبود اقتصاد همچنان ضعیف و ناپایدار خود دارد تا مردم را به کشور بازگرداند، ایدن به سهم خود و به شیوه نوآورانه به این برنامه‌ها کمک می‌کند. او آهنگ می‌سازد. این ترانه درباره من است، درباره ترک ایرلند و دلایلی که باید در اینجا بمانم یا بروم فکر میکردم. وقتی خوندن ترانه تمام شد فهمیدم که من جایی نخواهم رفت، اما اگر مهاجران بخواهند به کشور بازگردند خیلی خوب میشود.